یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. کلاغم پر نمیزنه. بله، از قدیم و ندیم اینطوری بوده که هر کسی قصد ازدواج داشت میومد توی منار کج و با همسر آیندش قرار میذاشت و آی من قصد ازدواج ندارم آقا رابی، اشتباه نشه، بی خودم نمیخواد قصه منو بگی، خرج خودم هم به زور در میارم آقا. ای بابا، کی خواست قصه شما رو بگه؟ شما به کارت ادامه بده. خب یه سکه بنداز لاغل تو کاسه. ندارم عزیزم، ندارم. خب کجا بودیم؟ از قدیم و ندیم داشتی میگفتی. آه بله بله. خب موهام، اینم از تیپم، بریم ببینیم چی میشه. به به، جناب بهادر خان. میزنم پرسه، بنداز تو کاسه یه سکه. خواهش میکنم به من جز کمک کن. یه سکه داشتم باش گل خریدم، ببخشید یکم اون وقتر وایسی. آقا بهادر، گل که خریدی، کنار منارکج هم که وایستدی، به نظر میاد خبرایی ها. کوچه تنگه، بله، عروس خشنگه، بله، لالالای 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 لالالای، به من بیچاره کمک کنین، لالالای لالالای. خبریه آقا بهادر؟ بله، قراره با دختر خانم مرد علاقم آشنا بشم. دیگه از آشنایی گذشته، آشنایی مانه اولشه. الانم اولشه دیگه. بالاخره پس چطوری با ایشون آشنا شدی؟ فضای مجازی، اینترنت، شبکه اجتماعی. فضای مجازی دیگه چیه؟ توی گوشیم اسمش تلاس، دختر رویاهامه. راستی آقای راوی موهام از فرق سرم مساوی باز شده، یه نگاه بندازی؟ خب بله، دو نیمه مساوی. ببینم حالا تو فضای مجازی آشنا شدی، یعنی چقدر میشناسیش؟ نه هنوز ندیدمش، نمیدونم چه شکلیه و چه جوریه، ولی مطمئنم که دختر رویا همه. من بالاخره پیداش کردم، هم اهل مطالعه است، هم توی تحقیقات علمیم کمکم میکنه، 4 زبان زنده و 3 زبان مرده جهان بلده. تازه روزی 10 ساعت هم مطالعه میکنه. واه نه، خیلی خوبه، باورم نمیشه. ای بچه شدی داداش، تو تو از کجا آمدی؟ در این زمانه که مردم 2 کلمه کتاب نمیخوانند، مفتخری مدال علم و کشف حقیقت را به کسی بدهیم که از صبح تا شب کتاب ورق میزند و در راه علم در دریای مخوف جهل دست و پا میزند برای کشف حقیقت. آقای بهادر کاشف بزرگ. خواهش میکنم اجازه بدید. در تمام این روزها و شبها بدون دختر رویا هم که در راه علم و دانش کمکم کرد، نمیتونستم راز افلاک و حلقه گم شده را پیدا کنم. بدون طلا خانم من سیاره جدیدی کشف نمی کردم. به افتخارش. بچه چیزی دارید؟ تخمه مل دارید؟ من اسم این سیاره رو به افتخار همسر رویاهام طلا نامگذاری می کنم. خوبه؟ آره خوبه. بچه چیزی؟ بگی بیا، حالا تو بگی بیا. سامنک بچه شدی؟ چی کام میکنی؟ ای بابا، آهای، چرا هی مزاحم منو همسر رویاها میشی؟ ادای منو در میاری؟ چی؟ من ادای تو رو در میارم یا تو ادای منو در میاری داداش؟ اگه ادا در میاری واسه چی گل گرفتی اومدی کنار گدا وایسادی؟ تو چرا اومدی گل گرفتی کنار چی؟ این گدای وایسادی ها؟ تو میخوام با همسر رویاها آشنا بشم، تا حالا ندیدمش، برای اینکه همدیگه رو قشنگ پیدا کنیم، نفر یک گل قرار بود دستمون بگیریم کنار گدا وایسیم. خب منم همینایی که تو گفتی دیگه، منم قراره چی؟
چی؟ زن رویاهامو میبینم. قرار گذاشتیم که چی؟ یه شاخه گل بگیرم کنار گدا باشم که بتونه پیدام کنه. دوستان منار کج به این معروفی اون وقت شما گدا رو نشونه گذاشتین؟ چپ بابا یه بار ما بچه معروف شدیم و طاقت نمورده جناب راوی. راست میگه دیگه، همه میدونن گدا کنار منار کج وای میسته. گدا به کنار، شما دوتا تو یه روز یه جا با یه شاخه گل با همسر رویاهاتون قرار گذاشتین؟ شده دیگه بابا. آقا سمت، شما هم تو فضای مجازی با همسر رویاهات آشنا شدی؟ نگفتی این فضای مجازی کجاست؟ تو گوشی تلفن بابا. چقدر میپرسی؟ چون میخوام ببینم اگه خبریه ما هم بریم اونجا گدایی کنیم. ببینم اوضاع مالی فضای مجازی چطوری هست؟ یه سری هستن خوب از توش داره پول در میارن دیدوش. گدام داره؟ نه، برای یه وقتایی ناشناسا به من پیام میدن براشون پول کارت به کارت کنن. به 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 باید جای خوبی باشه. آقای گدا بذار ما تکلیفمون رو روشن کنیم، ببینیم همسران رویایی این دو مرد جوان دم بخت کیان، چیان، چه ریختیان، بعد به شما میرسیم. خب سمت آقا شما تحقیق کردی؟ مطمئنی کسی که منتظرشی واقعا همونیه که میخوای؟ بچه شدی آقای رابی، من پسر کیم؟ کی؟ خاج فرزان. خب چه ربطی داره؟ خب نمیذارم کسی سرم کلا بذاره داداش. ببینم تو دیدی؟ نه ولی دقیقا میدونم که چی، یه دختر با کمالاته. ببین اون کارخونه کوچیکه رو چی، بفروش بزرگتریشو بخر. اون ماشین کوچیکرم چی، بفروش بزرگتریشو بخر. ها چی؟ نه بابا سوارش نمیشم، دلمو زده. بفرست واسه چی؟ واسه بابام. بگو سمد آقا سلام رسون، هوای شما رو داره همیشه، نوکر تیم. بای بای. قربان امر دیگه نداری؟ همسر رویاهام کجاش؟ قربان دارن هلیکوپتر سواری میکنن، از اون بالا پیغام دادن که هوا خوب نیست، پرواز شما رو به دلایل امنیتی به دفتر کارتون کنسل میکنن. ببین چقدر منو دوست داره، خودش میره دور میزنه، ولی من به دلایل امنیتی چی؟ کنسل شدین قربان. آفرین انور بده آش و همین خیال باش. حالا نوبت منه بیام تو رایحان. نوست جونه ایجا کبابا چی؟ معرکت خیلی ممنون عزیزم. من دیگه دارم سیر میشم. من حالا سیر نمیشم عزیزم. من واقعا چی؟ خوشبخت‌ترین مرد شکرستونم. خانمم چی؟ از خودم بیشتر غذا دوست داره. آقا سمت حالا که فضا رویای مجازیه و خر تو خره، یه پرسم برای ما سفارش بده. بر خر مگس معرکه لنم. این مگس ها مگس رویاشو پیدا کرده انگاه. بابا دست سرم برداری، شما اینجا چی کار میکنی؟ بری بیرون. آی سمت خان سطلاش خل نیست، کاسه چه کنمه، بریز دور. های ببینم اون همسر رویاهای تو چرا شبیه همسر رویاهای من بود؟ اصلنم نبود، درست صحبت کن. همسر رویاهای من یه صفحه هم نمیتونه کتاب بخونه دودوش. آقای راوی خودش بود مگه نه؟ آره به نظر منم شبیه بود. کجا شبیه بودن دودوش؟ آقای محترم گدا تو بگو. ای بابا من هرچی فکر میکنم هنوز نمیفهمم این فضای مجازی چطوری کار میکنه. یعنی مثلا میشه توش کباب خورد، میشه هلیکوپتر سوار شد، میشه سیاره کشف کرد. آقا اگه میشه منم آدمم، به من بیچاره یکم فضای مجازی بدید، بذارید تو کاسه، فضای مجازی میخوام، خیر ببینید. آره بابا طلا خانم همسر رویاهای چی؟ منه. نه خیرم همسر رویاهای منه. همسر رویاهای من اصلا گوش نمیخوره، پرخوری نمیکنه، کبابم برای سلامتیش ضرر داره. زن رویاهای منم اصلا بلد نیست به چهار زبون زنده و سه زبون مرده دنیا حرف بزنه. اصلا کی به زبون مرده حرف میزنه که اون میخواد حرف بزنه دودوش؟ در مورد دانش زبانشناسی همسر رویاهای من درست صحبت کن. بچه شدی دودوش، تو خیال کردی که چی؟ کاشفی؟ مخترعی؟ تو نه سر پیازی نه چی؟ ته پیاز. نه که خودت خیلی قصر و کارخونه داری، خرید و فروش میکنه برای من، ماشین واسه بابات میفرستی. بای بای میکنی بار بابا. چی؟ هرچی ناخود چی؟ بابا بیا چی ببینم من میزنی بگی جمعه. بیا
آقایون آقایون بس کنید، خواهش میکنم. این چه کاریه؟ دعوا نداره که، فضای مجازی با فضای حقیقی فرق داره. بهادر پسرم، صمد جان، کوتا بیاین، الان خودمون خانومی که باهاش چت کردین میاد، یکیتونو بالاخره انتخاب میکنه دیگه، دعوا نداره که. یک نفر داره با گل میاد. سلام عرض شد. به نه نه قمر خودمون سلام عرض شد. میزنم پرسه، بی زحمت یه سکه بنداز تو کاسه. آن ننه سکم کجا بودست؟ ببخشین دا ساعتم بست. ساعت دوه. آن ننه به موقع رسیدم. خب آین منار کدست، اینم چه گداست. ننه قمر شما؟ یه شاخه گل کنار گدا؟ خدای نکرده خبریه؟ آننه از وقتی روزی تولدم بچم اسکندر واسم گوشی موبایل استدا، دیگه من روزی چندین و چند ساعت دارم و معاشرتی اجتماعی مجازی میکنم. الانم قرارست با همسر آینده ملاقات کنم. آننه شما که نمیدونی من برای این که اطلاعاتمو فاش نکنم و تحقیقی حسابی بکنم، همه سوالاتی منطقی و فلسفی اجتماعی و روانکاوی و ژئوپلیتیکی و ادبی و غیره و غیره و غیره و همه رو پرسیدم. خب حالا با کی قرار داری ننه؟ آننه قرارست بین دو نفر انتخاب کنم. یکیشون اسمش سامانست، عکسشم شبیه خودی آقای راجر فدررس. چی؟ فدررر. نه قمر، اون راجر فدرره، قهرمان تنیس. بله همون که شما میگوی. اوخ این که داره منو میگه که. اون یکی هم ننه از گزینه های روی میزست، اهلی شعر و کتابست، خیلی مرد خوبیست، اسمشم پندار بیدارست، چه اسمی با کلاس ها روشن فکری، اسکشم با اسک لیوناردیو دکابریوس مونی میزنه ننه. بدبخ شدم. فرارو برقرار چی داداش ترسی میدی؟ ننه قمر. بله آقای راوی. ببخشید لابد اسم و رسمتونم طلا بوده تو فضای مجازی، درسته؟ از کجا میدونی ننه؟ چقدر شما باهوشی. معلومه زیاد مویز خوردی. ننه قمر، حالا اون دوتا جوونی کردن، اومدن عکس راجر فدره رو دیکاپریو رو گذاشتن و در مورد خودشون دروغ نوشتن. شما دیگه چرا خالی بستی؟ از شما بعیده ننه قمر. ایوا خاکی آلم به سرم ببینم، یعنی اون آقا پندارا، آقا سامونی، خوشگلا خوشدیب، در واقع بهادرا، صمدی چلغوزی ما بودن؟ در واقع یعنی در فضای حقیقی بله. چی میگوی؟ ببینید این بدبخت ها کلی همسر رویاهاشون رو تصور کردن، سفره دلشون رو پیش ما باز کردن، اون وقت جای طلا، درسته بیان با ننه قمر آشنا بشن؟ ننه قمر همون طلاست؟ این فضای مجازی واقعا اینجوری هست؟ همش خالی بندی بازاره؟ ننه قمر حرفی برای گفتن ندارین؟ آننه شکایت دارم، این چه رسمی است؟ دروغ حقه چاخان دقه؟ نه که شما راستشو گفتی؟ آننه خب همه چاخان میگوین، منم خواستم اول مطمئن که شدم بعد راستشو بگوام. خب اینم نتیجهش دیگه. آننه ازش من نه گوشی خواستم نه فضای مجازی. قدیم ندیما آدم ها داخلی آدم بودن، الان چی هست؟ همش پیکسل و آواتار و این دوستا. بیاینم گوشی نخواستم. چی شد؟ اخ چون فضای مجازی چه برقی میزنه. بله این دوستی های مجازی هم یه وقتای اینجوری عذاب در میاد. یادتون باشه هیچ وقت نترسین از این که خود خودتون باشین. دوستای حقیقی تا قصه بعد، خدا نگهدارتون.